So we can move on, please, to Mary Omrani, please. سلام خدمت همه حضار گرامی در سالن و سلام و تشکر ویژه از همه شخصیت ها و کسانی که برای حقوق بشر دارن کار میکنن در رابطه با خانواده قتل عام شده ها و اینکه جلوی جنایت بیشتر رو جنایت علیه بشریت که اتفاق افتاده جلوی اونو بگیریم که تکرار نشه و اینکه به دادخواهی برسیم به اون چیزی که باید برسیم من مهری عمرانی هستم یکی از بازماندگان قتل عام سال 1988 در زندان وکیل آباد مشهد در شمال شرقی ایران قرار داره. در واقع من به نزدیک حدود 8 سال زندان بودم. من دو بار دستگیر شدم. دستگیری اول من در هم تازه چیزی از انقلاب ضد سلطنتی نگذشته بود، در واقع همزمان با انقلاب ضد سلطنتی بر علیه دیکتاتوری شاه من وارد دانشگاه مشهد شدم، فردوسی مشهد، در رشته بیولوژی درس شروع کردم. کمتر از یک سال و نیم، یعنی هنوز یک سال و نیم از این انقلاب نگذشته بود که رژیم شروع کرد به سرکوب شدید دانشجویان، تصفیه دانشگاه ها، تصفیه استادان به اسم انقلاب فرهنگی. در این جریان منم با چند تا از دانشجوی دیگه از خوابگاه دانشجوی فردوسی مشهد دستگیر شدیم و ابتدا به زندان وکیل آباد مشهد در اون زمان بردن ما رو و بعد به زندان اوین که بعد از مدتی آزاد شدیم. هنوز اون موقع در واقع فضای نسبتاً مثل بعد نبود، یعنی هنوز میتونستیم نشریه بفروشیم به طور مثال یا مثلا افکارمون بگیم، ولی به هر حال رژیم شروع کرد به سرکوب خیلی شدید در حدی که دانشگاه‌ها در سراسر ایران به مدت 3 سال تعطیل شد. بار دوم دستگیریم در سال 1984 بود تا می 1991 به جرم هواداری از مجاهدین. در اونجا با دستگیری من خب به شدت خودم شکنجه شدم و شاهد شکنجه همرزمانم هم بودم. 8 ماه زیر بازجویی بودم. در این مدت که بازجویی می شدم ما همیشه چشم‌بند داشتیم. من خودم وقتی تو راهروی بازجویی راه می رفتم قطرات خون رو توی راهروی بازجویی می دیدم. این صحنه‌ای هست که هرگز فراموش نمی کنم. یه صحنه‌ای که هرگز فراموش نمی کنم از زیر چشم بندم در راهروهای بازجویی که اونجا در واقع ما رو می نشوندن پشت درهای بازجویی و صدای شکنجه دیگران رو بشنویم. این خودش یه نوع شکنجه بود برای ما که از اونا اعتراف می خواستن، بعد بیرا می گفتن و اینه که ساعتها ما پشت در یک شعبه می شستیم و به شکنجه دیگران گوش می دادیم و یا خودمون شکنجه می شدیم. به هر حال تو این مدت که دیدم اون چیزی که فراموش نمی‌کنم، یک مردی کهنسالی بود از یه چشم‌بند دیدم، موهاش کاملا سفید بود، پاهاش تا زانو پلاستیک پیچیده شده بود، اینقدر شکنجه شده بود که نمیتونست راه بره و با از در واقع با دستش کمک می‌گرفت که بتونه توی راه روی بازجویی راه بره. و یه مورد دیگه که داشتم که باز هرگز فراموش نمی‌کنم در سال 85 بود در بنده 4 اوین که اصطلاحاً بهش میگفتیم بنده 240، یک مادری رو آوردن با برانکارت. این مادر به شدت شکنجه شده بود، پاهاش تا زانو باند پیچی شده بود و به همراهش یک دختر کوچک 2-3 ساله بود. این دختر این بچه وحشت زده بود وقتی وارد بند شد، طوری که وقتی یه پاسدار بند میومد توی بند، یه مرد که میدید فرار میکرد، میومد سراغ مادرش میگفت مامان دوباره اومدن بزننت. بعد از مادرش پرسیدم چرا این بچه اینقدر وحشت داره از اینا که وقتی میان تو بند؟ گفت آخه منو پیش اینا شکنجه کردن، منو پیش این بچه 4 ساله زدن با شلاق. به هر حال گفتنی زیاده از جنایت های رژیم، هرچی بگم کم گفتم. در رابطه با قتل عام 67 که در زندان وکیل آباد مشهد بودم، در واقع تقریبا کمتر از 1 هفته فضای خیلی عجیب، یک بار این فضا خیلی امنیتی شد، پلیسی شد، یعنی طوری که اومدن پاسدارای مرد ریختن تو بندمون، تلویزیون رو بردن، روزنامه‌های
که وابسته به خودشون بود بردن. ملاقات ها قطع شد، هواخوری قطع شد و حتی از دادن وسایل اولیه ضروری خودداری میکردن، چیزی که به هر حال نیاز داشتیم. میپرسیدیم چی شده، به پاسدار میگفتیم حتما نیاز داریم، به هر حال خمیر دندون میخواد، یه چیزی اولیه ضروری. میگفتن مرحله سکوت میکردن اول، بعد میگفتن باشه تعیین تکلیف میشه، باشه مشخص میشه، جواب نمیدادن در مقابل سوالات ما. تا اینکه شب 6 مرداد، یعنی 28 جولای 1988، نیمه شب بود. قبل از اینکه این اتفاق بیفته اینو خوب اشاره بکنم که در همین رابطه که جریان که رعب و وحشت توی بند ایجاد کرده بودن، پاسداران زن تو همین یک هفته قبلش، قبل از اعدام شروع بشه، اومدن توی بند و از نیمه شب جاهای خواب ما رو مشخص کردن و گفتن هیچ کس حق نداره جاشو با کسی دیگه عوض بکنه. همیشه غیر عادی بود، ما اینو میدونستیم که همه چی غیر عادیه، چون هیچ وقت اینقدر به این شکل نداشته بودیم مسائل رو. اینا هر شب می اومدن قبل از قتل عام، وارد بعد از اینکه خاموشی می‌زدن، معمولا ساعت 10 شب یه دور می‌زدن تو اتاق، بعد دوباره باز نیمه شب که ما تقریبا خوابیده بودیم دوباره یه بار دیگه می اومدن تو بند، یکی دو بار در شب نیمه های شب اینا سر می‌زدن. تا اینکه همون 28 جولای بود که اومدن سراغ دو نفر، مستقیم رفتن که می‌دونستن کجا هست محل خوابشون. شیرین بود، شیرین اسلامی مقدم، یک مادری که بسیار جوان بود، 26 سال شاید بیشتر نداشت، یه فرزند 2 ساله داشت. به شیرین گفتن سری بیا چشمندتو بزن، چادرتو سرت کن، سری از بند بیا بیرون. همزمان همون لحظه هم رفتن سراغ مادر شمسی براری، یه مادر 50 ساله بود، یه دختر بزرگسال در بیرون داشت. این مادر برادرش هم رسول براری در بند مردان بود، مردان بند زندانیان سیاسی، اون هم هوادار مجاهدین بود و همسرش هم به نام حاجی مصطفی، ایشون هم در بنده برادران بود که من به این مادر خیلی نزدیک بودم، در واقع دوست بودیم، همه با هم بیشتر با هم بودیم. به من گفته بود که برادرم و همسرم در بنده مردان هستن. این دوتا رو بردن، ما میگفتیم حتی میخواستیم خداحافظی کنیم با اینا. نیمه شب بود، نمیذاشت پاسدار، میگفت هیچ کس به اینا نزدیک نشه، حق حبس زدن با هم نداریم. چون معمولا کسی که میخواست بندو ترک بکنه سعی میکردیم خداحافظی کنیم، اگه کشمش، خرما، یه چیز خوراکی داریم بهش بدیم. گفتیم شاید نکنه انفرادی را میبرن، شاید برای بازجویی دارن اینا رو میبرن. نمیدونستم هنوز جریان چی شده. تا اینکه ملاقاتا همچنان قطع بود. یه روزی که از بچه‌ها حالش بد میشه، مریضی جسمی میگیره، مجبور میشه ببرنش یه جایی که به اصطلاح هم بهش بودن بهداری. به حال یه دکتری اونجا بود. این دوستم هم بندم که میره اونجا، به یکی از مردانی که از بند سیاسی زن مرد اومده با اون برخورد میکنه، بلا فاصله بهش خبر میده، میگه برو تو بندتون بگو دارن اعدام میکنن، از بند ما دسته دسته دارن میبرن، هیچ کدوم بر نمیگرده، حتی اسم چند تا از برادری که اعدام شده بودن میده. میگه امین نجاتی اعدام شد، صفدری اعدام شده، چند تا اسم میاره. میگه الان هم شما فقط بتونید که مسئله اعدام، یه هیئت مرگ اومده توی اینجا. بعد که اومد به ما گفت، ما دیگه دقیقا میدونستیم جریان چیه، دیگه مسئله رو میدونستیم که مسئله اعدامه. تا اینکه 8 آگوست بود، پاسدار اومد تو بند چند تا اسم خوند، گفت آماده بشین. خب پس دادیم برای هیئت مرگ داریم میریم. به ما گفتن چشمان بزنید بیان بیرون، هیچ همراهتون نباشه. ما رو بردن دو نفر تو ماشین، به ما به دستهامون و پاهامون زنجیر زدن. حالا ما همه حکم داشتیم، حکمی که خودشون برای ما صادر کرده بودن. یکی از اونها من بودم. ما نمیدونستیم کجا داریم میریم. بعد که رسیدیم، بعد از این مدت مسافت پیادهمون کردن، رفتیم دیدیم که سپاه کوسنگی مشهد هست، در واقع جایی که باز سپاه اطلاع، سپاه اونجا کار میکنه، مرکز اصلی بازجویی برای کسی که تازه دستگیر میشن معمولا اونجا میبردن و اونجا برای خودش باز یک زندان، یک سلول انفرادی سوا داره. ما رو اونجا توی اتاق ریختن و گفتن که اینجا باشین. ما تقاضا کردیم وسایل اولی ضروری میخوایم، ما هیچی با همراهمون نیست، ما امشب به هر حال میخوایم یه سری وسایل. برگشت پاسدار اومد گفت ببین شاید اصلا لازم نباشه شما به وسیله لازم نداشته باشین، یکم صبر کنین، از بالا دستور داده شده به شما هیچ چی ندیم چون ممکنه لازم نشه. ما همونجا کدو گرفتیم، یه کد بود، یعنی داریم اعدام میکنیم، شما چیزی لازم ندارین. تا اینکه به هر حال
یکی دو نفر صدا زدن، یکیش خودم بودم، هیئت مرگ بود، صدام زدن اونجا. فقط دو دقیقه بیشتر نبود، دو تا سوال بیشتر ازم نکرد. چشم‌بند داشتم، هیچ کس رو نمی‌دیدم. از هیئت مرگ فقط احساس کردم که لهجه اینا لهجه مشهدی نیست، چون من خودم مال شهرستان و خراسان هستم، لهجه ها رو می‌شناسم. اینا لهجهش میشه تهرانی بود. چند تا سوال کردن، چندین نفر بودن، صدا از افراد، یعنی افراد مختلف میومد، شلوغ بود اونجا تو اتاق. تو چه گدام این اتاق پر از دود بود، نمیدونم حالا سیگار کشیدم چه جوری، یه فرش از این فرش بزرگ دستباف انداخته بودن. به هر حال من سرم کمیش چشمان داشتم، گفت اتهامو پر، دو تا سوال بیشتر نکرد، اتهام و مصاحبه تلویزیونی. به هر حال بعد من که ما دو نفر که خواسته بودن دیگه برگردن تو هم، بعد گفتش که برو بذارین ببرین تیر چراغ برق. اونجا شب بود که منو برده بودن، منو بردن زیر تیر چراغ برق، استراحت جایی که مثلا نور بود، گفت زیر اونجا بنشون یه پتو بهش بدین. من نمیدونستم یعنی جریان چی داره میبره برای اعدام، هیچی نمیدونستم، چون مصاحبه تلویزیونم رد کرده بودم، گفتم من مصاحبه نمیکنم. نمیدونستم. بعد از بالاخره یک چند ده دقیقه رو بی اومدن منو بردن، که بردن توی پیش بچه که من با هم اومده بودیم. بعد از تقریبا یکی دو هفته سپاه کوسنگی بودیم، ما رو برگردوندن به بند. وقتی که برگردوندن، ملاقات همچنان قطع بود. بعد از اینکه ملاقات ها آزاد، در واقع سه ماه ملاقات ها کامل قطع بود، خبر اعدام ها رو ما از طریق ملاقات ها گرفتیم. متوجه شدیم که مادر شمسی براری همراه با برادرش و همسرش هر سه همزمان اعدام شدن در زندان مشهد، و متوجه شدیم که شیرین هم اعدام شده. و خبر همینجور اعدام ها می اومد، چون خانواده ها به همدیگه تماس داشتن، خبرها از طریق ملاقات به ما می دادن. ابوالفضل صفوی، چند تای دیگه، به همین شکل خبرها رو ما گرفتیم. تا اینکه نه ماه بعد از اعدام ها، در واقع در سال میتونم همون 1989 بود، در واقع من به میلادی میگم، حالا من به فارسی میگم همون 1368، نه ماه بعد از اعدام ها، در واقع ما رو منتقل کردن به تهران، یعنی دوباره ما رو برگردوندن به تهران، چون من هم اوین بودم، هم گوهردشت، هم زندان وکیل آباد مشهد. دوباره برگردوندن به اوین. وقتی که ما رو برگردوندن، دو سه هفته ما رو بردن انفرادی. دوباره رفتیم انفرادی. بعد از انفرادی، قبل از اینکه ما رو به بند عمومی ببرن، ما رو بردن دادیاری. در اونجا ما ناصریان رو دیدیم. من ناصریان از قبل میشناختم، چون قبلش هم به هر حال اوین بودم، و مقیس اسم دیگرش مقیس است. تا ما رو دید گفت کی شما رو زنده نگه داشته؟ چرا شما زنده این؟ به حالت خیلی پرخاش به ما، چند تا که از زندان وکیل آباد مشهد اومده بودیم، کی شما رو زنده نگه داشته؟ اگر امکانش داشتم همین الان خودم شما رو کنار دیوار میذاشتم. ما گفتیم ما حکم داشتیم. خب باشه، ما بدون ما حکمدار خیلی حکم. ما تازه ملکش هم اعدام کردیم. ملکش به کسایی میگفتن که یعنی حکمشون تموم شده، ما حتی اونا رو هم اعدام کردیم. به هر حال ما رو بردن تو بند عمومی. من واقعا خودم میتونم اینو بهتون بگم، اوج یعنی این جنایت علیه بشریت و این اوج اعدام ها، ابعاد این اعدام، اون موقع متوجه شدم. وارد بند که شدیم، این بند خلوت شده بود، بند خلوت بود، چون من خودم در سال 64 که میشه همون 1985 در اوین بودم. در حدی بندها شلوغ بود که ما نمیتونستیم تو اتاق بخوابیم، کتابی میخوابیدیم، حتی در راهروهای کریدورهای زندان میخوابیدیم، پشت دستشوی ها شیفتی میخوابیدیم. ولی از بچه ها پرسیدیم، بقیه گفتن که همه بندها رو در همین یه بند جمع کردن. گفتیم منظورتون چه؟ گفت بند دیگه ای نیست، همین یه بنده. من وقتی در اوین بودم 85، دو تا بند بود، هر بند دو تا طبقه داشت، هر طبقه 7 اتاق داشت، هر اتاق نمیدونم بگم 40 تا 50 تا بودیم، یعنی هر بندی 200، بیشتر 200 زندانی زن بودیم. از همه اینا فقط 70 80 تا زنده مونده بودن. مثل اینکه آب سردی که روی سرم بریزن، واقعا شوک بهم وارد شد. بهشون سراغ بچه ها رو میگرفتم، میگفتم مهناز یوسفی کو، میگفتن اعدام شد. طیب خسرو آبادی اعدام شد. مهری کریمیان نارتی قلبی داشت. مهری کریمیان حکمش تموم شده بود، قرار بود آزاد بشه، ولی به جای آزاد کردن اعدامش کردن. خیریه صفایی
اعدام شد. اسم هر کسی بردم اعدام شده بود. همین که گفتم 70 80 بیشتر زنده نمونده بودن. این مورد در زندان مشهد در بند برادران هم اتفاق افتاد. در زمانی که ما رو از زندان وکیل‌آباد مشهد بعد از اعدام‌ها منتقل کردن به تهران، یکی از بازماندهای قتل عام برادران بند مردان ما دیدیم توی ماشین با ما داشت منتقل می‌شد به اوین. پرسیدیم چه خبر از شما؟ گفت از بند ما فقط، از بند ما تقریباً حدود 250 تا بودیم، فقط 30-40 تا زنده موندیم که یکی از اونها خودش بود که داشت برمیگردوندنش اوین. ابعاد جنایت خیلی زیاد بود. میگم به طور خاص من وقتی وارد اوین شدم متوجه شدم که چقدر رژیم اعدام کرده. این مسئله به اینجا ختم نمیشه. ببینید بعد از اینکه ما آزاد شدیم هم باش. در رابطه با این مسائل که میگم این قتل عام‌ها که ادامه داشت، به هر حال این قتل عام که این رژیم کرد در بیرون از زندان ادامه پیدا کرد. چون خودشون به ما میگفتن، میگفتن حکم قتل همه شما اومده، همه شما باید اعدام میشدین، یه روز سراغتون میاییم. که در اینجا من لازم میدونم به یه مورد اشاره کنم که یکی از دوست بهترین دوستان نزدیکم در زندان وکیل‌آباد مشهد باش هموطن بودم، زهرا افتخاری بود که در 92 آزاد شد و بعد از 3-4 سال در سال 75 هجری شمسی 3-4 سال بعد از آزادیش روبوده شد بعد از محل کارش. این هم از بازماندگان، یک از بازماندگان قتل عام سال 67 بود. ما بهش میگفتیم زری اصطلاحا. با تشکر فعلا. Thank you so much. I would like to ask you about how the harassment didn't stop, and also we all heard about your friend who was executed, and a lot of evidence today that we have is from people who've have that heartbreak with them, and we hope that part of the power of these sessions is small steps to getting accountability. So thank you for so bravely sharing everything you've been through.